بایرام شما؟ بایرام اصل، بایرام اینجاست، بایرام پیشته، دیگه حرفتو بزن. یعنی چی نمیزنی؟ من که دارم میگم که بایرام قشنگه، بایرام مهربونه، بایرام با مزه است. چرا اینجور بکنی؟ خب حرف بزن دیگه. بایرام تو هم من در این شکی نیست. الو 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 ببخش، الو ببخشی، الو آقا خواهش، آقا میشه گزارش ندین؟ خواهش میکنم. من شما تبریم میکنم بخواه روز از دابت میشه با ایرام. نه به شما نمیگفتم. فهمی علکی علکی داره خوشه دیگه. چیکار کنین دیگه؟ چیکار کنین دیگه؟ خودمون علکی خود رو دست دادی چیکار کنین؟ آقا اذیت نکن دیگه بابا. با ایرام همینجور با خود از شب از همینجور آقای درسی زدم شما یه وز شدی. آقا شرمنده خواهش میکنم نگی. خواهش کردم، خواهش دارم میکنم، به درک بگو چجوری وز شد من نفهمیدم. من در نمیاد چجوری وز شد من نفهمیدم. اگه دورت خنده ندیدی تو باش یاش، ترکیب هنر و خنده که میشه قاش قاش. از صبح تا شب کار میکنی خنده کجایی تو؟ دلمون تنگ شده بیا با هم بریم جلو. گر نخندی از ما نیستی حتما هم که ندیدی تو، ندیدی تو، ندیدی تو، قاش قاش. اگه دورت خنده ندیدی تو باش یاش، ترکیب هنر و خنده که میشه قاش قاش. به نام خدا. سلام، با یه برنامه دیگه قاش در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان ما همیشه توی قاش در مورد حوادث طبیعی یا غیر طبیعی صحبت کردیم. مثلا گفتیم که موقع که زلزله میاد چی کار باید بکنید، در مورد اینکه مثلا چه اتفاقاتی میفته و چه جوری خودتون نجات بدید صحبت کردیم. امروز میخوایم راجع به زوایای دیگه این ماجرا صحبت کنیم. با ما باشید، بریم و بیایم. تنسی تاکسیدو و چاملی گروه رفقای 25 ساله. دو کلمه است: قایق، اسکی، شمشیربازی، پاراگیری. آفره. سیم لخت، گل، مارمون اگه ترسو. آفره. تو شوخی رو باید بکنی؟ شوخی نیست. شوخی شما داری به من، شما داری به من دروغ میگی. شما باز دعوا کردی تو خیابون. دعوا نکردم. چرا باید تو مغازه که دیگه شد مهمان این بار خندوانه یکی از اون خاطر انگیز هاست که حتما هممون ازش انقدر خاطری خوشمزه رو داریم. داشتم پرتغال پوست میگرفتم، خب نگاهم به آقا یوسف افتاد، دستم بریدم. وای مثل زلیخا چقدر این لبخند رو متاثر عجیبی داشتم. این هم یه آیتم نمایشی بود، آیتم کوتاه بود. بیا بالا چونه کافه نگاه کن. برای مردم معتقدن یوسین بولت سریع ترین دونده دنیاست، چون خودشون بلد نیستن بدون. آفرین. پرواز چی؟ ماشین؟ خودرو؟ میکشی بچه های چلا خواب باشن باباشونه تو این حالت ندید. هنرمندی که اعمال قانون. من همیشه به پسرم میگم درس تو بخون برو دنبال یه کار خوب. چی؟ ای لیلی جان سلام. لیلی، لیلی برو اون با جاده، جاده پیچ و خم دار، پیچ و خم. چهار پا، هشت پای جلو، هزار پای جلو. خانم گلاره عباسی عزیز، بسیار خوشحالیم از اینکه شما رو اینجا میبینیم. سلام. سلام. خیلی ممنون. سی ممنون. اینجا خیلی خوش میگذره با جناب خان.
با آقای رامبد جوان و مخلصیم. مرسی که منو دعوت کردین. خیلی خیلی خوشحالم که شما لبو میل میکنین. ممنون، لبو خیلی دوست دارم. جناب خان رامبد اگه میشه خیلی لبوی خوبی نذار. چرا؟ هیچ چیکار دارم؟ شانس من اینه که کوچیک لبو همونجور بذار زشت نباشه. تو هم لبو میخوای؟ من الان خیلی میل ندارم. سیب، پرتقال؟ نه هیچی، نه الان میل ندارم، ممنون. به نظر میذاره گرفته ای؟ نه چه گرفته ای؟ چیکار دارم؟ چیکار کار بری کردم مگه؟ برات لبو بذارم؟ نه سلام خانم، خیلی خوش اومدی. بفهم مشغول باشی، ما فضولی نمی‌کنیم. ببخشید من از اونجا که ایشونو خیلی خوب میشناسم به نظرم الان حالشون خوب نیست. ناراحتن؟ نه حالا خوب باشه پس. به حالم خوب باشه. هر وقتی خانم دست از اون رفتارهای زشتش برداشت، مام حالمون خوب میشه. کی؟ کی؟ اینجا کیه؟ به غیر من و شما ایشون کی هست اینجا؟ کی اینجاست دیگه؟ باورم نمیشه داری راجب ایشون صحبت میکنی؟ بله راجب همین اکرم خانم دارم صحبت میکنم. الهی کی؟ الهی کی؟ رامبد جان من خودم آقا رامبد من خودم مادرم میفهمم. مادری؟ بله من مادرم میفهمم. و خانم شما اونجا او بالشت برداشتی رفتی بالاش سه کبیر امید، خب او لحظه نگفتی من مادر تو خونه قلبم میلرزه؟ نگفتی؟ خب خودت مگه مادر نبودی اونجا؟ من خودت بچه نداشتی اونجا؟ نکرده این کارو عزیزم. نکرم این کارو کرده. اکرم این کارو کرده. من گلارم. بعدش هم که نکشتمش که اون آخرش. گلاره از اکرم نیست؟ نه. نقشا با هم فرق میکنه. ایشون خانم گلاره عباسی، اون اکرم فامیلیش چی بود اونجا؟ بوربوران. یعنی اون رفتارهای زشت شما خودت تو چیز بهش معتقد نیستی؟ خیلی. اصلا کار ایشون نبوده. نبوده کارش. نه. این کار جمعی بود. همه با هم انجامش دادیم. من فقط اجراش کردم. خانم سمینی، گروه ما. حالا ان شاء الله اگر دستون با آقای فتی و آقای سمینی هم برسه حد خانم سمینی. میبافم. کاری ندارم. ببافم رامبد جان. چش. الان آشتی؟ بهتر شدم که آروم. داد چهار تا داد زدم که آروم تر شدم رامبد. واقعا خیلی عصبانی شده بودی؟ رامبد تو مادر نیستی نمیفهمی رامبد. من مادر میفهمم اونجا پای تلویزیون که چه حالی میشه آدم. ولی حق داره. مخصوصا بعد از اون تیکه خیلی همه ناراحت شدن. آره خیلی. آره. رامبد دو تا قاچ لبوی دیگه براش بذار. دو قاچ لبوی دیگه براش بذار. یعنی خوبیم با هم یا بدیم با هم؟ الان داری؟ نه نه الان خوبیم با هم. الان خوبیم. رامبد گفتی اسمش چیه؟ خانم گلاره عباسی. گلاره اسم کردیه نه؟ بله. یعنی شما کردین؟ کرد کرمانشاه مامانم، بابام بروجنیه، چهارمحال بختیاری. چه عالی. بله. عجب رامبد این کردی عجب اسمای قشنگی داره. خیلی اسمای کردی درجه یک هم داره. خیلی گلاره رامبد میدونی یعنی چی؟ بگو. شما میدونی یعنی چی؟ شما میدونی یعنی چی؟ خب قطعا خودش میدونه. خودم که میدونم. گلاره ما اگه اشتباه نکنم چون تو کردام زیاد آشنا موره، یعنی مردمه که چشم، درسته؟ نه بابا خیلی قشنگه. چشم همین نورچشمی هم تو اصطلاح میگن. چقدر قشنگه. مثلا مردمه که چشم جناب خانو ببینین، چه گلاره چشمان جناب. سلامت باشی. رامبد جان. میگه امشو چن شوا نایتی ده خوام. لچی توری ایدی گلاره چاوم گل و نو شیبا خانم می شو چرای دیوا خانم می خم کرماشانی فارسین یزانم و زمان کردی قزات لگانم گل و نو شیبا خانم می شو چرای دیوا خانم می رامبد زبون کردی به نظر ما یکی از قشنگ ترین زبان های ایران بود. خیلی بلدین؟ من نه، برای اینکه کرمانشاهی بیشتر لهجه کرمانشاهی دارن. توی مثلا خونه و اینا مثلا مام بزرگ آره کردی اونجوری کمتر فکر میکنم. مثلا فکر کنم بیشتر سنندجی ها و اینا کردیه. البته شما اشتباه میگم. اینو فقط حسی چون خانواده‌ام اینجوریه. رامبد من جا خوندم خانم گفته بود نرگس آبیار از افراد تاثیرگذار زندگی من است. راست میگه؟ فیلمی که با نرگس آبیار کار کردم اشیا از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکتر است. فیلمی بود که خیلی دوستش داشتم. نقش یک زنی خیلی قصه‌ای بود که خیلی دوستش داشتم. بعد فیلمی بود که خب خیلی اتفاقای خوب باش برام افتاد. جایزه‌های خوبی گرفتم. دوستش داشتم و خیلی هم مثلا کسایی که دیدن فیلم رو دوست داشتن. برای همین خیلی چیز تأثیر خوبی داشت توی زندگیم. این
اتفاق خیلی خوشایندی، یه نقشی که خیلی دوست داری، یه فیلمی که خیلی دوست داری و باشم چند تا جشنواره رفتم که خیلی بهم خوش گذشت. چه خوب. ترکیب قشنگی میشه. گلار آبیاری کردن یه جوری. به به به. گلاره اون هم آبیاری، گلاره آبیاری. خوب شده جناب خان با منو. آره. آره خوب شده. حالا چرا افتادی به لفاظی اینا؟ اینه کردم گلاره اونم که هم آبیاری، بعد جو گلار آبیاری. خیلی شوخی لوسیه، خیلی قشنگ بود. گلار آبیاری بعد این فاصل انداختن گلاره آب بعد این که فاصل گلاره و کردمش گلاره، بعد او که آبیاره، او که آبیاری چون گلاره آبیاری افتاد. نه بیا چته؟ از خنده چیزی ششم؟ نه آخه عرضه گل آره هست این والی بکرمش گل آره، گل آره و آمین. خیلی چکرم، حواستون جمع بکنی، حواستون بده به من، همه حواستون به من، همه حواستون به من، گوشتون با من دقت بکنید. ستاره 3 ستاره 914 مربع، این کد خندوان است برای شرکت در جشنواره جام جم که اگر به ما رای بدید ما میشیم برنامه محبوب شما و جایزه میگیریم، شادی میکنیم، کیف میکنیم، برنامه هم انشالله با کیفیت میبریم جلو. رامبد هم یعنی این جانب کدش هست ستاره 3 ستاره 841 مربع، اینم به من رای بدید منم میام بالا. پس خندوان ستاره 3 ستاره 800 و خندوان ستاره 3 ستاره 914 رامبد ستاره 3 ستاره 841 جفتش هم تش مربع. چکرین بلدین رای بدین بیاییم بالای کیف کنیم. چکرین عزیزان دل. در سالهای گذشته ما شهرهای زیادی داشتیم که با زلزله دست و پنجه نرم کرده، هممونم در جریان، اصولا نیمه دوم سال بوده، یعنی تو زمستون و پاییز و اینا بوده و ما باشون همدردی کردیم، باشون کمک کردیم، ولی فقط همدردی کافی نیست، باید کاری کرد. تو پلاتو بعدی میگم بهتون باید چیکار کرد، پیشنهادمو میدم بفهم. دون دن 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 راهنمای زندگی اپراتور 27 هستم، بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. شماره حمید احمدی رو می‌خواستم جناب. حمید گرامی دیگه، حمید احمدی که نیست. حمید احمدی دیگه؟ نه میگم حمید، ما حمید احمدی دیگه. تو محل بود حمید گرامی. نه 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 اون حمید احمدی شمارش از کجا فهمیدی اون حمید احمدی؟ چطور تو من گفتم حمید احمدی گرامی گفتی نه اون رو بخوام من؟ چه سالته آقا؟ یعنی چی چه سالته؟ من 29 سالمه. 29 سالته؟ بله. خجالت نمی‌کشی؟ چرا؟ نه تو به خودت مربوطه آقا. من یه شماره همین این راه به بیراحت ها. ببین از الان بزنگ بزنی اینجا خط رو اشغال کنی و شماره کسی رو بخوای که نامربوطه و الان باید اون تو حبس باشه. همین جایی باید تو حبس باشه. آقا چرا دوستمه همکلاسی؟ آقا تر عراض لوباش گرفتم بردن یارو رو، من نمیاره چجوری زنده است و پیش وارشی. آقا یه محل رو نابود کرده او. آقا اشتباه میکنین دوست. آقا یه چه اشتباه میکنی؟ حمید همین گرویه و میدونم من خیلی خوباره، ولش کن. من میخوام تو به حمید بس نشی،
ولی فکر به فکر تو هم. خب با حمید من کار دارم خب. خب نه اشتباه خب. حمید تو زندان. اگر شنود گذاشته باشه تو رو حمید هم از زندان. هیچی به هیچی. همه چی خراب میشه. پسر جوو خونواده دار یهو به خاطر یه تیکه چیز ببینید پیداز خودتو قطر. آقا این حرفا چیه؟ من شماره دوستم رو میخوام فقط. آقا او دوستی تو دشمنه. میگم یه محله رو نابود کرده. من آدم دیگه رو میذارم تو دستت. آقا تو میدونم گرمی نمیشه. میدونم اون نیست. خب کارش خوب بوده خب. بالاخره وقتی مونده ای رو کارش خوب بوده. یکی دیگه رو من میسپرم به چوبارشو بهت میدم اینو بزن. خب آقا این حرفا چی؟ نه این نصفه اسمش نصفه ناره دیگه قشم ببین یه بوده کارتو را بیندازه من که دوست دارم وسطتو بری سبتی من شماره خود حمیدو میخوام حمیدو نمیدم من بری نه من عزیزم اینجا جایی نیستش که شما زنگ بزنی شماره یادم بدنوم و از با بخوای نمیدی ما داشته باشی هم نمیدی چی؟ ازتون شکایت میکنم شکایت خب من از تو شکایت میکنم که باری سید افتاری دوباره چه تو پرد اینجوری الو الو کیشو شکایت نکردی که میرم الان شکایت میکنم شکایت نکن من شماره یکی دیگر رو بهت میدم از همه گرمی بهتر آقا نمیخوام من شماره نه من که حالش نیستم چرا به من اینجوری میگی میگم خودت برو اگار که اول نشیده بگی اول نشیدی نمیخوای اینو نه خیر به جهنم جوون سن و سال کم هر چی اینجوری میشه من نمیدونم زنگ بزنی صد و یک قطعه اشغال بکنی دنبال یه شماره آدم ناشایست نامربوط باشی چرا با هر کار بیکار شد چرا با هر شما رو بزدن قاچی های عزیز خیلی مخلصیم خیلی جنگیریم خیلی جنگیرم خیلی کار بروتو برم از این به بعد توی قاچ یک دوست جدیدی بهمون اضافه شده یه آقای خیلی باحال که کمک میکنه که هم قاچ خیلی پرقدرت جلو بره هم برای شما خدمات خیلی جذابی رو ایجاد کرده و میخواد ارائه بده به اسم آقای فرش به ما اضافه شده حامی برنامه شده که میتونیم پرقدرت و باحال جلو بریم خدمات خیلی باحالی هم به شما ارائه میده به این توجه بکنید که امشب نمیخوام خیلی راجبش توضیح بدم یه جور فقط معرفیه در مهر 1394 آقای فرش افتتاح شده الان دو تا شعبه در تهران داره یه دونه در کرج یه دونه هم در مشهد که همجور قراره هی شعبات مختلف در شهرهای مختلف داشته باشه که همه شهرها رو پوشش بده انقدر توی مدت عالی کارش انجام داده انقدر خوب کار کرده با کیفیت کار کرده و خدمات خوبی داشته که در دو سال جایزه برند محبوب و برند برتر رو به خودش اختصاص داده در سال 96 و 97 این عالیه کلی هم جوایز مختلف به خاطر کارش گرفته تندیس ها، جوایز، نشان ها یکی از نشان های خیلی خیلی به نظر من مهمی که گرفته نشان کارآفرین برتره که تونسته در این شرایط سخت کار داشتن و اشتغال زایی و اینها تونسته برای 600 نفر مستقیم اشتغال زایی کنه برای 1000 نفر غیر مستقیم این به نظرم کاملا عالیه و دم کسایی که این فعالیت رو انجام میدن تا کارآفرینی برای آدم اتفاق بیفته واقعا قابل تحسین قیمت محصولات بسیار مناسبه دلیل واضح و مشخصش هم اینه که واسطه ها رو حذف کرده یعنی از فرش باف تا مشتری که میشیم ما هیچ کس دیگه ای وجود نداره و فقط آقای فرش میگیره تحویل ما میده این خیلی باحاله کل خدمات مختلف داره مثلا ضمانت طلایی و و و و محتواهای مختلف که اینا رو تو جلسات بعد بهتون توضیح میدم الان برین توی اینترنت سرچ کنید ببینین چه خبره قطعا تجربه یه خرید دلپذیر و لذت بخش خواهید داشت چکرین بذار براتو تعریف کنم که از این اثر تا اون اثر این دفعه خیلی فاصله افتاد ولی هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد حالا این دفعه اتفاقی هم شد چون یه کار قرار بود برم بعد کار نشد بعد همینطوری هی طول کشید و اینا یه خورده طول کشید منم یه خورده سرم شلوغ یعنی سر خودم شلوغ میکنم چون خیلی مشخصاً بهتر چون خیلی من دلم میخواد که پرتحرک باشم و روزا برم تحرک از ترس پرتحرک او بود ولی کردش ما اونجا ای بود اونو کرد و او تو گلار آبی آن الان هم گفت پرتحرک تحرک باشم داریم دیوانش میکنیم رام بود خدا رو شکر بخدا همین بیکار نمیمونم جناب چرا میکنیم بیکار نمیمونیم کلاس ورزش کلاس میری؟
کتاب میخونم. کتاب بهمون بگین چی میگین معرفی کنیم؟ کتاب بخوام معرفی کنم همنام مثلا. همنام آها ما هم کار هندی دیدم سنگام اونم کار قشنگیه. بله چی نه همه گفتم؟ نه ربطی نداره. هندی خوی هم هندیه. آره خوب. سنگام و دوز دوز مرها تو شعله رو بیشتر دوست داری نه؟ شعله دیونه کننده از آن بود. ما یکی پای کارهای اکرم خیلی گریه کردم، یکی پای شعله. ما پای ورود آقایان ممنوع هم خیلی گریه کردم رام بود. اونو بعد میخندیدی؟ چرا با هم میخندیدم؟ فیلم کمدی بود بابا. خب مرد رفت و دختر آقا عزیزی کم با هم میخندیدم. دخترها خیلی اذیتش کردن تو دویستانه عزیزم. اون بابا قربتی گیر افتاده بود با میخندید عزیز دلم. تو یه نفر تو قربت میکنه میخندی بهش میخندی. اون یه فیلم کمدی بوده، تو چرا گریه کردی؟ ما زار زار عشق ریختم. اشتباه کردی تو هم بغل عظیم زد پشت با پشت زد زد تو دهنم. و آقا داریم میخندیم به چی گریه نه با هم میخندیم. راست میگید نه باید میخندیدیم. خب سلامت رام بود آقا دارم حرف میزنم. میفهم و میدونم. خب پس بس دیگه. نه شب نگرش دار چون خیلی خورش بادمجونای قشنگی درست میکنه. نه شام برام خورش بادمجون درست کنه. خورش بادمجون تو خیلی خوبه. نه اینو از کجا میدونی؟ سه صورت میگی از کجا میدونی؟ اون تمام چیزا نه آخه این خیلی خصوصی و خیلی قدیمیه. حالا دیگه تو چیزای دارم میدونی میفته به دوستای دوره تئاتر مثلا 10 سال 15 سال پیش. کی گفته؟ مدارم اینطوری بگی مخفف بگی تو خودم. آره دارم مخفف بخوای بگی چی باید بگی؟ بزه بزه. ما هر مخففی دو سه سالش این دو بزه بود. راست میگه الکی دارم. نه جدی دیگه بزه میگن بزه نمیدونم. کسی که اینو به تو گفته بخوای مخففش بگی کیه؟ بزه. چخ جدی بزه دیگه. خانم عباسی کتابم دارن مینویسن الان درسته؟ آره؟ خوب اطلاعاتش از قدیم تا جدید 15 سال زندگی من. بله من تموم شده جناب خان. من میگم چه کارایی میکنی میگی این بگی چی؟ نه خب آخه این اصلا رفته بازیگری نداشته. نه باشه شما گفتم وقتی بازی نمیکنین چه کارایی میکنین؟ آره. من یک کتابی یک مجموعه داستانهای به هم مرتبطی نوشتم که قرار چاپ بشه و دست انتشاراتیه جناب خان. نوشتم میشه بیام یه دونه بهت کادو بدم وقتی چاپ شد؟ خدا خدایا 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 من وارده بازی های پیچیده نکن خدایا. قول میدی دعوت هم کنی بیام همینجا کتاب هم بیارم آقای جوان؟ شما منو قول میدین دعوت کنی؟ جناب خان قول دادی یا شما؟ من با مجموعه داستانم میام اینجا که عالیه. دمتون گرم. پس شما رو در یک شب دیگه با کتابتون میبینیم. خیلی خوش. به ناشر بگید به جنبه. آخه اگه امروز بهشون بگم اصلا بیشتر هم میره. جناب خان یه سفارش ما رو به ناشر بکن. کتابم آقای ناشر بگو دیگه رو به دوربین بگم. آقای ناشر یا با زبون خوش این کتاب چاپ میکنی یا چنان میبافمه که هیچ فیزیوتراپی نتونه باد. خوب بود رام بود؟ خیلی اینجوری لج میکنن خوب با سنت سلامن و یک دعوا را میفته بعد بری جمعش بکنی. خانم خیلی ممنون اومدیم. خیلی ممنون از شما. من یه چیزی بگم جان. من یه عینک برای جناب خان آوردم. یا خدا شما یه عینک میزنی خواستم مدل مال آقای جوان باشه که شما نقشای منفی و با این عینک رنگارنگ زیباتر ببینی میشه. بله من بذارم جناب خان ناراحت میشی؟ چرا میلرز؟ خب حالا ببین چه تیپی داری تو. چقدر هیت میاد. سلفی بگیریم؟ آره بگیریم رامبو جان. ولی خداییش میاد تیپ داری جناب خان. بله ممنون ممنون رامبو جان. بله اگه ممکنه کمی اوورتر باشین که ما تو عشق قشنگ بیفتم. مثلا من اینو درار خوب نیست جناب خان. عزیزان دل پیشنهاد قاچ اینه که الان بهتون میگم تو پلاتو قبلی گفتم آقا شما که دارید برای عید برنامه ریزی میکنید به عید سفر تو راه تو مسیر برید به این شهرهای زلزله زده و محروم هم سر بزنید. بهتره بازارشون رونق پیدا میکنه هم که جا اجاره میکنید کلا خوب میشه دیگه بهشون کمک میکنید. این به نظرم بهتره تا اینکه همدردی کنیم باهاشون. ممنون که گوش میکنید تا برنامه دیگه خدا نگهدار. خواش 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 تموم شد با یه قسمت دیگه وقتی یه در بسته میشه یه در دیگه وای